خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در این چند روز اخیر همیهنان گرامی، شما شاهد اظهار نظرهای بسیار عجیب و غریب از طرف مقامات جمهوری اسلامی در مورد بستن تنگه هرمز و اینکه تحریم‌ها نه تنها کوچکترین تأثیری در اقتصاد ایران نداره، بلکه اون رو شکوفاتر خواهد کرد، و اینکه ما تنگه هرمز رو می‌بندیم و هر کشوری رو که مایل باشیم اجازه می‌دیم از این تنگه عبور بکنن، و تهدید ایالات متحده آمریکا، همسایگان ایران، همسایگان جنوب خلیج فارس و اصولاً اکثر کشورهای جهان شاهد بودید. ببخشید. یکی از سرداران سپاه اسلام، مسئول فضاهوای سپاه پاسداران، دیروز گفته بود 36 پایگاه نظامی آمریکا در تیررس موشک‌های ما قرار داره و نمایندگان قلابی طویله مجلس هم 100 نفرشون یه طرحی رو در مجلس با دو فوریت مطرح کردن که ما میتوانیم و به دولت اجازه میدهیم از طرف مجلس قلابی که بیان و آبراه بین المللی هرمز رو، تنگه هرمز رو ببند. یکی دیگه از نماینده های دوره قبلی همین طویله گفته بود که این کار امکان پذیر نیست، چون ما با این کارمون به تشنجات بین المللی کمک میکنیم و مشکلی رو حل نمیکنیم. بعدم ایشون گفته بود که این طرح نمایندگان، چون خودش هم از طویله قبلی بوده، هیچ مسئله ای رو حل نمیکنه، چون در نهایت این مقام معظم روزخانه بزرگ، و البته من میگم روزخانه بزرگ، ایشون هستن که تعیین میکنن. بنابراین این طرحها باید با نظر مقام معظم رهبری باشه. حالا چرا این کسانی که در این طویله هستن میدونن همه کارهای مملکت از کانال روزخانه بزرگ عبور میکنه، ولی با وجود این طرح میدن دولت رو موظف میکنن؟ دولت که چرخه هشتم درست شست. بنابراین برای چی این کار انجام میشه؟ اینا یه مقدارش همیهنان گرامی مصرف داخلی داره. اینی که اون امت اراذل و اوباش همیشه در صحنه که پوست و گوشت و استخوانش از این رژیم جنایتکاره، مطمئن باشه که قدرت اسلام ناب محمدی نه تنها از آمریکا ترسی نداره، از کشورهای نمیدونم خلیج فارس ترسی نداره، نه تنها سیاستهای جهانی رو تعیین میکنه، بلکه به قول یکی از این رهبران عقب افتاده آمریکای لاتین که از اینا مرتبا پول میگیره و مثل گاو شیده شیر اینا رو میگیره، گفته ایران یه ابرقدرتی است که ابرقدرت‌های دیگه در برابرش هیچ عملی نمیتونن انجام بدن. حالا بعد از این که در 11 تیر ماه کشورهای اروپایی، 27 کشور اروپایی از معامله نفت با ایران خودداری کردند، کره جنوبی به کلی روابطش رو با ایران از نظر نفتی قطع کرد، چین و هند دو خریدار عمده ایران دبه در آوردن. همیشه اینطوری هم میهنانی کشوری که، مردی که، آدزنی که، یا هر کس که در ضعف باشه و قدرت مالی هم داشته باشه، کسانی که دوره ورش هستن سعی میکنن تکه ای از او رو بکنن. و ما متاسفانه در شرایط فعلی، یعنی در عرض 32 سال گذشته، با رژیمی سر کار داریم که کشور ما رو، میهن ما رو اونچنان به ضعف کشونده که همه نه تنها ادعای ارضی دارن بر مملکت ما، بر میهن ما، بلکه شعرا، فلاسفه، نمیدونم نویسندگان،
افتخارات میهن ما رو هم تقسیم کردن. و میبینید که دیشب در برنامه من یه گزارشی رو خوندم که نشان میداد سایت باستاب نوشته عراق در عرض چند ماه گذشته آینده مقدار نفتی رو که تولید خواهد کرد به 5 میلیون بشکه و در 2 سال آینده به 10 میلیون، 1 سال آینده به 10 میلیون بشکه خواهد رسوند. و بنابراین مشتریان نفتی ایران از نفت خود ما، اینو باستاب نوشته، بریم ببینید، از نفت ما که در چاهای مشترک با عراق هست، درست از اون چاها دارن مشتری ها رو ما رو میگیرن. لیبی، عربستان سعودی و عراق سه کشوری هستن که درست در این شرایط تمام کمبودهای نفتی ایران رو دارن برآورده میکنن، تأمین میکنن. اما یه گزارشی رو من دارم براتون همیهنان گرامی. بله اینا نگاه کنید، افزایش تولید نفت ایران با استخراج از حوزه های نفتی ایران، این تابناک نمیشه. سامان جان مرسی که اینو بلافاصله آورد. حالا یه گزارشی رو من دیروز در بی بی سی دیدم، گفتم من براتون، من در این برنامه هیچ اصراری ندارم که بگم که آقا همه این اطلاعات رو ما جمع آوری کردیم و ما این کار، چون ما امکانات مالی نداریم، ولی بعضی گزارش ها هست که ممکنه شما ندیده باشید در بی بی سی، خیلی کسان ممکن ندیده باشن و به این برنامه‌ای که من اجرا میکنم توجه کرده باشن حالا یا دیدن. در این گزارش مسئول اقتصادی بی بی سی فارسی تشریح میکنه که ایران چگونه تحریم ها رو داره دور میزنه با پرچم بعضی از کشورها، حتی یک جاهایی که یه جزیره کوچیکه، نفت ایران رو هم میکنه. به این گزارش توجه کنید، بعد میپردازیم به دنباله برنامه. خب همینان گرامی، این آقای پایور مسئول امور اقتصادی تلویزیون فارسی بی بی سی این گزارش بسیار مستند و پخش کرد که منم برای شما انتخاب کردم و دیدید. اما بیایم بر سر این مسئله صحبت بکنیم که این کسانی که میگن تحریم ها باعث پیشرفت و ترقی ماست و ما رو به جلو میبره و این احمدی نژاد دروغزن دروغگو حتی در سخنرانی دیروزش گفته فقط درآمد نفت 10% درآمد ایران رو تأمین میکنه. دروغ رو میبینید؟ خود مقامات جمهوری اسلامی میگن 80%، بعضی وقتا میگن 90% بودجه مملکت ما در اثر فروش نفته. احمدی نژاد میگه 10% و میگه اتفاقا خیلی خوب شد چون اینا ما رو تحریم نفتی میکنن، ما دیگه به نفت احتیاجی نداریم. بعدم میگه ما 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. کسی این حرفو میزنه که تو همین چندی قبل نماینده های همین طبیله مجلس از جمله نادران و توکلی و متحری و اینا آمدن گفتن آقا ما اصلا در صندوق ذخیره ارزی پولی نداریم و دولت همه رو خرج کرده. میخوام برای شما بگم همیهنان گرامی، همه شما هم آگاهی دارید، این دروغ زدن ها و این اختلاف نظرها در بین این مقامات اراذل اوباش ها که فعلا حاکم بر میهن ما باعث شده نه تنها مردم ایران به ریش اینا میخندن و میدونن دروغ میگن، بلکه جهانیان هم دست اینا رو خوندن. مملکت داره از فساد اقتصادی، فساد مالی، بانک ها، بیمه ها کمرش داره خم میشه. رهبر دروغ زنشون میگه ما بدهی نداریم، در حالی که به گفته خودشون 24 میلیارد دلار بدهی خارجی دارن. امام جمعه شون، اون مردک احمد خاتمی، میگه این آخ رو به دل غربی ها باید بذارین، اگرم وضع خرابه، اگرم گرانیه، شما آخ نباید بگین. خب راست میگه، ملت چرا باید آخ بگه؟ ملت داره خرد میشه دیگه، آخ هم نمیتونه بگه. ولی خب یه خانی گسترده شده، یه عده اراذل اوباش از این سرداران محترم سپاه اسلام که اگر این حکومت نبود همه باید در خیابون جمشید و نمیدونم محلات دیگه
میشستن قاپ میریختن، حالا یکی چیه حلبی گذاشتن رو دوششون و اراتیز میکنن برای جهان، همه رو با موشکای بالستیک و موشک برد کوتاه و برد بلند و اینا میترسونن. خب میخواین اینا از اینا دفاع نکنن، این حرفا رو نزنن. ملت عقب افتاده شده، بدبخت شده، فساد توش گرفته، داره کمرش خود خوب بشه. اینا احساس میکنن مثل اون رهبر کبیرشون که یه جنگ اگه بشه نعمته، در این جنگ میتونن مردم رو به طور کلی قلقم کنن. ولی اینا نیروی مردم رو هنوز نفهمیدن، همینانی گرامی هنوز متوجه نشدن یه ملتی اگر بخواد پرونده یه عده جانی حاکم بر خودشو بپیچه، در هم بپیچه، فقط کافیه یک روز با یک جرقه مملکت از دست این اراذل اوباش آزاد بشه، دیگه نمیشه کاری کرد. و اون زمان دیر نیست. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با اون همه عظمت 70 سال قدمت داشت، هزاران کتاب در مورد اون ایدئولوژی، کتابای بسیار جالب نوشته شده بود. ایدئولوژی داشت که این جوجه آخوندای حاکم بر ما سواد حتی یه خط نوشتن اونو ندارن، ولی در هم پیچید، چون حکومت مردمی نبود، چون دیکتاتوری پرولتاریا سبب فساد شده بود و این فساد خوره بود و بالاخره هم از بین رفت. سرنوشت محتوم همه دیکتاتورها و استبدادها نابودیه. هیچ کس نمیتونه احساس کنه که با زور دجنک، سرنیزه، کشتار، اعدام میشه یه حکومتی رو اعدام داد. استالین 20 میلیون نفر کشت، از کادرای بلشویک رو و منشویک رو. ولی عاقبت آقای خروشچف اومد و بعد دیگران و دیگران، و بعدم عاقبت سرنوشتش رو هممون دیدیم، آقای گورباچوف اومد. این همیهنانی رو و این تاکتیک بسیار زیرکانه غربه. من یه دفعه در این برنامه هم گفتم زمانی که صدام حسین به غرب اولتیماتوم میداد، عربده کشی میکرد و غرب رو میترسون، این مقامات غربی، روزنامه نگاران غربی، رسانه های گروهی غربی و ژنرال های غربی بودن که میومدن در بحث های تلویزیون، همه هم هماهنگ صحبت میکردن و میگفتن همین گارد ریاست جمهوری صدام از پس بسیاری از ارتش های مدرن جهان برمیاد. و چنون هندوانه های زیر بغل این مردک صدام گذاشته بودن که باورش شده بود با اون ژنرال های باسمه‌ایش میتونه تمام منطقه رو، که هیچی، تمام جهان رو زیر نفوذ خودش بگیره. باور کنیم، من در تلویزیون آلمان میدم، ژنرال های آلمانی میمدن قبل از نزدیکی جنگ، هی میگفتن این گارد ریاست جمهوری اینطوری، ارتش عراق مجهز به این موشکاست، این هواپیماها رو داره، این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. زمانی بود که از ایرانو به اصطلاح شکست داده بود صدام و جنگو برده بود و دیگه یابو برش داشته بود. اینقدر اینا رو گفتن که صدام باورش شد که جنگو میبره. حتی بهش پیشنهاد کردن چندین هفته قبل از جنگ که آقا بیا برو، قبول نمیکرد. با خیلی امکانات خوب قبول نکرد، گفت من وای میستم و غرب رو شکست میدم. یک هفته فقط طول کشید که ارتش قدر قدرت صدام حسین عین یه مقوا در هم پیچیده شد. سربازاش از تو سوراخی ها در میومدن، پای سربازای متفقین و ارتش آمریکا رو میبوسیدن، ژنرال ها همه اینطوری، و مملکت عراق رو به این روز نشوندن و خودش هم از تو سوراخی کشتن بیرون با اون فضاحت که شپش زده بود و بعد کشتنش. حالا شما اینو قبول بکنید که ارتش صدام یک ارتش تحصیل کرده بود، افسرانش دوره‌های عالی دیده بودند، در دانشگاه‌های اتحاد شوروی، در دانشکده‌های غرب، در بعضی جا تحصیل کرده بودند، از دانشکده‌های خود عراق فارغ التحصیل شده بودند،
مثل افسران رژیم گذشته ما، همه تحصیل کرده، همه دوره های عالی نظامی دیده. ولی ارتش فعلی ایران، یعنی ارتش نه، این سپاه قدر قدرت اسلام، اینا کی هست؟ اینا کدوم دانشکده های عالی نظامی رو دیدن؟ از کدوم تاکتیک های مدرن جنگی در جهان برخوردارن؟ هیچ. اینا فقط بلدن، مثل لاتای یادتون گذشته، یک شما میساد اون بر یکی این بر، چاقور میگرفتن دستشون شروع میکنن رجز خون. اگه مردی بیا شیکم و شیردون اتو بکشن بیرون از این مزخرفات. حالا اینا در برابر غرب همین بازی رو در بردن که ما 36 پایگاه نظامی آمریکا زیر تیررس موشکامونه و آذربایجان رو داغون میکنیم. همین اران، اون حکومت قلابی آذربایجان شمالی بستر، بعد نمیدونم عربستان، این وهابی ها با یه مشت ما نابود میشن، قطر، امارات متحده، همه. نتیجهش اینه، سرنوشت ما رو هم گره زدن به سوریه با حزب الله لبنان و همین اراذل اوباش که جانی تر از خودشونه. بنابراین تعجب آور نیست. میان میگن آقا ما تنگه هرمز رو میبندیم. خب ببندیم. کی از بستن تنگه هرمز بیشتر ضرر میکنه؟ الان نگاه کنید، عربستان سعودی، قطر، عراق از طریق ترکیه، اونا از طریق لوله‌های نفتکش میتوانن هر روز حداقل 5 تا 6 میلیون بشکه نفت بریزن بیرون از راه‌های دیگه، نه از تنگه هرمز. خب بعدم لیبی هم هست، کشورهای دیگه هم هستن. شما چی کار میکنید؟ شما که اگر یک ماه نفتتون قطع بشه 75 میلیون مردم گرسنه ایران نابودتون میکنن. دیگه نمیتونید مردم رو بزنید، با قوه قهریه مردم رو خفه کنید. و اینا ببینید، دروغ زنی رو من دیشب تو برنامه هم گفتم، میان یه مسئله رو مطرح میکنن، رأی گیری میکنن از خود مردم، تلویزیون نمیدونم شبکه 6 بعد میزنن زیرش، بعد میگن نه خیر حقوق بازی شده، سایت های ضد انقلاب و بی بی سی اومدن دست بردن تو این آمار. آقا شما خودتون پذیرفتین، گفتین فوقش 2000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن، این 2000 نفر هم که در برابر 75 میلیون مردم کسی نیستن. خب میتونن اینطوری هم باشن، 63%شون بگن که آقا در برابر تعلیق غنی سازی ما میتونیم تحریم ها رو بردارم. این یه نمونه از نظر مردم بعد برداشتن. هزاران کارگر در ایران دارن بیکار میشن. آقای توکلی میگه من به یکی از مقامات دستندرکار گفتم صنعت لبنی مملکت داره نابود میشه. بعد گفته مسئولی گفته برن آقا شیره رو بریزن تو چاه، شیری که از گاو میریزن فروش نداره بریزن تو چاه، یعنی فروش داره ولی میگفتن صرف نمیکنه. برای چندین کارخانه بزرگ لبنیات ایران ورشکست شدن، کارگران بیکار، گفته بریزن تو چاه، ما میریم شیر از خارج وارد میکنیم، لبنیات از خارج وارد. وقتی که یه عده در رأس مملکت اینطوری قضاوت میکنن، براشون مهم نیست کارگرا، شما فکر میکنید اینا براشون مهمه این حرفا؟ آمریکایی‌ها گفتن اینا فکر بستن تنگه هرمز رو بعد از مغزشون خارج کنن، چون قادر نیستن. اینا دیدین که بشتن 1000 تا از این چیزای بلمای یارم نمیدونم اسمش چیه، تندرو درست کردن که روش موتور هم گذاشتن، 3 نفر هم میشینن توش، یه دونه مسلسل هم گذاشتن روش. بعد اینا گفتن ما با هزاران از این به اصطلاح موتورا میتونیم بزنیم به ناوگانهای آمریکا. آمریکا هم گفته که خب اینه دیگه، گفته خب بیاین ما برای این کارم میدونیم چی کار بکنیم، همشون رو غرق میکنیم. بعد گفتن ما مینهای دریایی میدازیم که از دسترس رادارها به دوره. آمریکایی گفتن خب بریز، ما بلافاصله بازش میکنیم.
یک پایگاه سیار، درست مثل دیدین این پایگاهی که میذارن برای استخراج نفت در مناطق دریایی و اقیانوس‌ها و دریاها، آمریکایی‌ها آوردن تو خلیج فارس برای اینکه تو هیچ کشوری نرن، از اونجا شروع کنن هواپیما بشینه، از ناوای هواپیما برن بزرگتر، از رو اونا نیروها برن، موشکای نمیدونم بسیار دور پرداز رو مستقر بکنن. همه این کارا رو کردن، 6-7 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال غرب فکر این روزا رو کرده. من نمیخوام از این غرب دفاع کنم که همیشه انتقاد کردم، چون رژیمی مثل جمهوری اسلامی برای غرب خیلی لازمه. اگر این رژیم آدم خور نبود، عربستان سعودی قرارداد 120 میلیارد دلاری اسلحه میبست، یا قطر چلغوز و امارات متحده عربی و بحرین و عمان و ببینید چه خبر فروش اسلحه. این بازار از کجا تأمین میشد اگه یه لولو در منطقه مثل جمهوری اسلامی نبود؟ خدمت شما عرض کنم که این آخرین گزارش که من داشتم نگاه میکردم، بیکاری 4000 نفر کارگر در پاکدشت، تعویق حقوق 250 کارگر در نیشابور. اینا گزارش های هر روزی همینانی گرام، هر روز و مرتب این کارگرای شریف میهن ما رو بیرون میکنن و کارخونه ها رو تعطیل میکنن، زمیناشو میفروشن، پولا رو هم دارن میارن بیرون. از اون طرف هم واردات از چین و از هند و از این ور اون ور، و توی وارد کردن این چیزها به مملکت ما که یه دفعه براتون خوندم، از بند تومون شروع میشه تا میخ و پیچ و نمیدونم همه اینا، بیل و دست بیل و گفتم براتون. خب اینا هر کدوم از این واردات کلی به نفع این اراذل و اوباشیست که در رژیم استفاده مالی میکنن. بی خود نیست، در کالیفرنیای شمالی، کالیفرنیای جنوبی، در تورنتو، در نمیدونم بهترین خوش آب و هوا ترین مناطق جهان، این ریشوها و این چادریها و این حاج خانوما و حاج آقا ریختن، دارن همینطور ملک میخرن. ولی اینا یادشون رفته که ملتی که به پا خواست یکی یکی این جانورها رو از این سوراخی ها بیرون میکشه، نمیذارن به این راحتی اینا پولا رو خرج کنن. اینا اشتباهشون اینه، اینا قدرت یه ملتی رو در نظر نه، اونم مردم ایران. خب ببینید که تو خیابون شروع کردن دوباره بند کردن به زنهای دختر و زنهای میهن ما، بچه های ما، مرد و زن و اینا. کیا این حرفا رو میزنن؟ آدم هایی که اصلا عفت سرشون نمیشه، عفاف سرشون نمیشه، به بچه ها تو تجاوز میکنن. یه گزارش دیشب داشتم، بچه های 9 ساله تا 14 ساله چندین هزار نفر دارن ازدواج میکنن، پسر و دختر. آمارایی که اینجا وجود داشت دیشب همه رو گفتم، همه رو دیشب در برنامه هم گفتم دیگه، امروز فکر میکنم گفتنش زایده. یه گزارشی میخوندم راجع به آقای بهمن احمدی آمویی، یه روزنامه نگار منتقد دولت. جرمش فقط این بوده که گفته این سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی به فلاکت میرسونه مردمو. از کسایی هم بوده که ملی مذهبی بوده، اینو گرفتن زندانیش کردن، همسرشو گرفتن بعد ول کردن، شبانه از زندان اوین با پابند و دستبند 6 سال محکومش کرد، بردنش رجای شهر. بعد در اونجا انتقامو ببینید، آدمی که محکوم شد در دادگاه بعد بره توی زندان عمومی، بردنش در یک سلول انفرادی در تحت شدیدترین شرایط شنیع و حیوانی کثیف و خطر بیماری شدید بر این آقا. اسلام ناب محمدی ببینید چه انتقام جویی میکنه از بچه های ما، از جوانای ما، از همیهنای ما.
و اون مرده چون بالا نشسته دروغ میگه، میگه ما به قله داریم نزدیک میشیم، یه یا علی دیگه بگیم سر قله. کدوم قله؟ کدوم قله آقای روزخان بزرگ؟ خدمت شما عرض کنم که یه گزارشی رو میخوام خدمت آقای آیت الله صافی گلپایگانی. ببینید همه کارار اینا گذاشتن به چه کارهایی پرداختن. یه فتوا داده که چند روز دیگه ماه رمضان، مبارک رمضان شروع خواهد شد و در این ماه مبارک رمضان همه باید توجهشون به مسائل دینی باشه. بنابراین فوتبال بازی و نمیدونم این چیزا باید همش برچیده بشه. اینم که میگن طبق مقررات فدراسیون آسیایی ما باید بازی کنیم، شما باید به فدراسیون آسیایی بگید ما کشور مسلمانی هستیم که در زمان رمضان مطلقا این قرتی بازی ها بره کنار، یعنی ورزش. ایشون نگفته، من میگم فهوای کلامش اینه دیگه. ورزش رو اینجوری رفتار میکنن، موسیقی رو اونجوری رفتار میکنن، با زنان و دختران ما اینجوری رفتار میکنن، با پسران ما اونجوری رفتار میکنن. این مملکت مملکت عادی نیست. هم یعنی یه عده بیمار روانی در رسشن. گفته ورزش فوتبال در ایام ماه مبارک رمضان حواس جوانا رو پرت میکنه. آخه مگه شما نمیگید انقلاب اسلامی در اون پدر زمان اون پدر و پسر اتفاق افتاد و مردم اسلام رو انتخاب کردن؟ خب اون زمان که کلوب بود، ورزش بود، به قول شما همه کارهایی که میشد لهو و لعب اسمشو گذاشت پا چطور مردم برای اسلام قیام کردن به قول شما؟ دو تا از این آیت الگونده ها، یکی صافی گلپایگانی، یکی هم اون مرده که مکارم شیرازی شکرفروش، دوتاییشون بعدم 222 نماینده مجلس خواستار برخورد پلیس با متعرضان به شؤونات اسلامی شدن. یعنی همینا که تو این تعبیلن دارن به نیروی آدمخور ناجا، نیروی انتظام، برگ ورقه سبز میدن، چراغ سبز روشن میکنن که بزنید مردم رو، بگیرید نمیدونم زندان کنید، توهین کنید، همه این کارا رو بکنید. آقای احمدی نژاد هم که گفته روسی آمریکا داره سقوط میکنه، تمومه. اما یه مطلب جالبی رو می‌خواستم به آگاهیتون برسونم. همینانی گرام، گزارش از رادیو فردا بسیار گزارش جالبیه، البته تمام سایت‌های خارجی نوشتن. نوشته که به مناسبت 130 سالگرد تولد شادروان دکتر محمد مصدق در آمریکا، در استرالیا، در اروپا مراسمی برگزار شد. بعد از پاریس این مراسم در شهری که من زندگی میکردم 37 سال در کلن برگزار شد. این مراسم با سرود ای ایران شروع شده. اولین کسی که سخنرانی کرده نعمت آزرم، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی بوده که در سخنرانی خودش بر موضوع حاکمیت ملی تکیه بیشتری کرده. آقای آزرم گفته حکومت ملی یعنی این که دریای خزر به خرس شمالی بخشیده نشود، یعنی این که در جنوب کشوری به نام قطر منابع زیرزمینی نفت و گاز ایران را به سود خود مصادره نکند، یعنی دریاچه ارومیه نابود نشود. حکومت ملی یعنی چه؟ یعنی ثروت‌ها و ذخایر این سرزمین اهورایی برای پیشرفت و معاصر شدن با این جهان شتابنده خرج شود، نه اینکه درآمد سرشار نه راهی سوریه شود، راهی جنوب لبنان شود و و جاهای دیگه. پس از نعمت آذر، مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن لندن سخنان خود را با این عنوان که دکتر مصدق آیا یک محافظه‌کار بود آغاز کرد و سپس ضمن نقل خاطراتی از قلعه احمدآباد که مصدق تا پایان عمر در آن زندانی بود یادآور شد که نام مصدق را مردم ایران جاودانه کردند.
در همایش 130 سالگرد تولد دکتر مصدق در شهر کل، ناصر کاخساز نویسنده و پژوهشگر پیشبرد جنبش ملی ایران را که از دوران دکتر محمد مصدق شکل گرفته، تنها راه برون رفت از بحران کنونی در ایران دانست و گفت: بارها گفتم که گره کار همان سال 42 بود. خیلی راحت ما می توانستیم در همان تاریخ، همون موقع که طرفدار خمینی ریختن تو خیابونا، اگر جنبش ملی ادامه پیدا می کرد، هرگز خمینی توانایی این را نداشت که آلترناتیو مصدق بشود. پس از ناصر کاخساز، سهیلا ستاری، پژوهشگر و مؤلف کتاب مصدق و جامعه مدنی، گفت: فلسفه سیاسی اجتماعی دکتر مصدق را اگر بخواهیم بیان کنیم، می توانیم به این صورت نقد کنیم که نخست ایشان مدافع قانون و جامعه قانون مدار بود. مشارکت سیاسی مردم را شخصا دامن می زد، از آزادی اجتماعات، بیان مطبوعات و سازمان های مختلف سیاسی حمایت می کرد. بعد از ایشون، آقای فرشید یاسایی نویسنده و پژوهشگر بود که سخنرانی کرد و گفت: مصدق در مورد حق رأی به زنان موفقیت کسب نکرد، چون روحانیون در آن زمان، به ویژه آیت الله کاشانی، دولت را از این عمل منع می‌کردند. و در پایان اصغر سلیمی میگوید که مصدق به نماد آزادگی، استقلال و همبستگی ایرانیان شناخته شد. بی علت نبود که خمینی از او شدیداً هراس داشت و او را به مشتی استخوان تشبیه کرد. بعدم فیلم و نمایشنامه مصدق، کار بسیار زیبای همیهنان ما، به نمایش گذاشته شد و در مورد این کارها صحبت شد از طرف آقای علامه زاده، کارگردان بسیار خوب میهنم. خب همیهنان گرامی، گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار. قبل از اینی که در مورد با مسعود نقره‌کار راجع به مسائل افغانهای مقیم ایران، انسانهای شریفی که از دست اون آدمخورهای طالبان فرار کردن، اومدن به دست آدمخورهای جمهوری اسلامی افتاد، این حرکات شرم‌آور و خجالت‌آور و سخیف و فاشیستی رو همینانی از طرف سرداران اسلام دیدید، با مشتی مردم بی‌دفاعی که گرفتار این اراذل و اوباش شدن در ایران و آوردن در یک پایگاه اینا رو، و نشونه از مهمان دوستی اراذل و اوباش جمهوری اسلامی رو نشون میدن به جهانی. دوربین آوردن، اون اراذل و اوباش بقیه میخندن و این مردک جانی به این مردم مظلوم بیچاره ای که آمدن به ایران میگه: بزنید تو سرتون. دیدید که این بحثیست که امروز من با دکتر مسعود نقره‌کار خواهم داشت. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. سلام دارم برای شما و بینندگان گرانقدر برنامه‌تون. خیلی سپاسگزارم دکتر نقره‌کار که این فیلمو برای ما فرستادید، ما نشون دادیم. من در چند روز گذشته هم راجع به این مسئله صحبت کردم. فاشیسم در آلمان هیتلری و در خیلی جاهای دیگه از همین حرکات شروع میشه. یه دولت فاشیستی این کارا رو میکنه با آدمای خارجی، با رنگین پوستان، با کسانی که مذهب دیگری دارن، مثل یهودیان که 6 میلیونشون کشتن. و حالا ما در یک کشوری که ادعای اسلامی بودن میکنه، میبینیم که این به اصطلاح همسایه‌های ما، همزبانان ما، افغان‌ها که از دست اون آدمخورهای طالبان فرار کردن، اومدن به دست آدمخورهای جمهوری اسلامی افتادن، ببینید چه رفتار فاشیستی میکنه. در این مورد نظر شما رو میخواستم دکتر نقره‌کار عزیز. بله، واقعا خیلی تلخ و دردناکه. فیلم کوتاهی رو که دیدید، خب برخورد یک افسر نیروی انتظامی که البته بگم مال من همون افراد بسیج و سپاه هستن، با یک گروه 30 نفره از افغانیان نشان میده که این اتفاق در رفسنجان افتاده و گویا خب این افغانی ها رو هم آماده کردن که با کامیون از ایران خارج کنن. ولی خب به هر حال میبینید که در این فیلم
اوج عقیده و رفتار ضد انسانی و ضد فرهنگی و برتری طلبانه یک مشت انسان نما رو برای تحقیر و تحمیق انسان‌های دیگه ما شاهد هستیم که به راستی خیلی دردناکه. و این تازه جلوی دوربین و آشکاره، اینکه در نهان و پنهان با مهاجران افغانی چه میکنن خب بی‌تردید قابل تصوره. و همونطوری که شما اشاره کردید، عجیب این که این رفتار از سوی کسانی است که از اخوت اسلامی سخن میگن و میدونید که این رفتار رو با قربانیانی دارن که هم زبان هم فرهنگ و هم دین خودشون هستش. و خب همین فیلم کوتاه بیگمان من گوشه ی چهره اون جنایت و خباستی که نامش حکومت اسلامی هست رو نشون میده. در مورد افغانی ها خب خبرهای متعددی به ویژه این روزها منتشر شده. میدونید که تازه ترینش آتش زدن خانه افغانی ها در استان یزد هست. حدود فکر میکنم 200 خانوار رو برحال خانه هاشون رو آتش زدن و زنها و بچه هاشون رو فلواقع بی خانمان کردن. این اتفاق در مورد افغانی ها میدونید که بارها افتاده. در فارس دکتر نورکار، در فارس گفتن اصلا معامله با اینا نکنین، هر ایرانی در فارس مجازه که توی خیابونها بیاد یه افغانی رو یقه شو بگیره و بگه کارت شناسایی به من نشون بده. بله بله، در همون مناطق در اصفهان به یاد دارید برای 13 به در در یک پارکی اصلا از طرف دولت، از طرف شخصی به نام آقای شفیعی فکر کنم مسئولیت، الان یادم نیست چه مسئولیتی دارن در اصفهان، فرماندار بود و گفت بله. فرماندار بود و گفت این کوه صفه اینا اجازه ندارن برن. بله بله، که اصلا افغانی ها اجازه ندارن برای 13 به در به اون پارک و به اون منطقه وارد شن. در بسیاری از مناطق در تهران و شهرستان‌ها تابلوهایی زدن که نمونه‌هاشو در اینترنت میتونید ببینید، مثلا در استخرهایی از زدن ورود افغانی به این استخر ممنوع یا ورود افغانی به این محل ممنوع. به هر حال به گمان من یکی از زشت‌ترین و پلیدترین میدونید گوشه‌های چهره این حکومت رو ما در برخورد با افغانی‌ها شاهد هستیم. از این نوع خبرها بسیار زیاده. متاسفانه در دوره احمدی نژاد برخورد این نوع برخورد با افغانی ها تشدید پیدا کرد. علتش هم این هستش که البته همونطوری که میدونید افغانی ها، من اگر اجازه بدید یه اشاره کوتاهی بکنم، خواهش میکنم، اینها در واقع از سال 1357 در رابطه با اون تشدید جنگ داخلی که در افغانستان بود و دخالت اتحاد شوروی سابق، میدونید موج مهاجرت اینها به ایران افزایش پیدا کرد و زیاد شد به خاطر همون جنگ، ناامنی، تا حدودی فقر اقتصادی. خب اینها به ایران اومدن و چون زبان و فرهنگ دین مشترکی هم داریم فکر میکردن به هر حال به محل امنی اومدن. اوائل هم یه مقداری رفتار با اینها رفتار ملایم و خوبی بود، ولی به تدریج این رفتار به گمان من نجات پرستانه، فاشیستی و خارجی ستیزانهی به خودش گرفت. البته خود افغان ها میدونید از طرف حکومت اسلامی دسته بندی شدن، یه دهی که وابسته به احزاب اسلامی و جریان های اسلامی بودن توی تهران و یاد اصلا به طور کلی توی ایران دفاتری براشون زده شد و کمک هایی به اونا میشد. از اینها که بخش کوچکی بودن استفاده های زیادی می شد در کارهای امنیتی، حتی در جبهه مقداری از اینها رفتن کشته شدن و برخوردهای خاصی با بخش کوچکی از اونها می شد، ولی با بخش بزرگی از اونها نه. به تدریج می دونید که بسیاری از بحرانهای اقتصادی اجتماعی همونطور که اشاره کردم به ویژه در دوره احمدی نژاد به اینا نسبت داده شد و خب اون همون ویژگی فاشیزمی که میگید، یعنی اون بحران اقتصادی که در جامعه ما وجود داشت، مسئله بیکاری و حتی مسائل یه سری بزهکاری های اجتماعی، همه اینها رو میدونید ناشی از، یعنی بخشیشو ناشی از وجود افغانها و مهاجران قلمداد کردن و خب
برخوردهای بسیار بدی رو با اینا کردن. دکتر نورکارد، خانم شادی صدر در همین ارتباط گفته که خب این که رژیم جمهوری اسلامی دست به این کارا میزنه، این رفتار فاشیستی رو میکنه، خب این شک نیست، ولی خود دولت افغانستان هم در این مورد کاهلی میکنه و هیچ نوع اقدامی نمیکنه، نه اعتراضی میکنه نه راجع به این موضوع عکس العمل نشون میده. شما ببینید آقای کرزای بعدا معلوم شد دیگه، رئیس دفترش ما حق حساب میگرفت میبرد براش، و این فساد اقتصادی، فسادی که در دستگاه حاکمه افغانستان هست، به این شدت عمل به افغانهای مقیم ایران هم کمک میکنه تا این جانوران این رفتار فاشیستی رو با افغانها انجام بده. بله کاملا درسته. یعنی خب اخیرا میدونید که یک سری از جریان‌ها و گروه‌های مترقی در افغانستان تظاهرات کردن و به این رفتاری که با افغانی‌ها در ایران میشد اعتراض کردن، ولی دولت افغانستان و حکومت افغانستان، دولت افغانستان در واقع همونطوری که میگید بیشتر مماشات میکنه و هیچ توجه جدی به این مسئله واقعیتش نداره، به نوعی مسئله را حتی لاپوشانی میکنه. منتها خب هم دفتر آژانس پناهندگان سازمان ملل و هم بسیاری از محافل در خارج کشور اعتراض دارن، یعنی برخوردی که حکومت اسلامی با مهاجران افغانی میکنه نمونه واره. خود ماها میدونید خب چندین میلیون ایرانی تبعیدی و مهاجر در خارج از ایران هستن. خود ماها یعنی در واقع من خودمون بگم، خب تا حدودی با مسئله تحقیر و برخوردهایی که با تبعیدیان و مهاجران میشه رو لمس کردیم و حس کردیم، ولی به واقع آنچه که در ایران میگذره و حکومت اسلامی کرده اصلا غیر قابل مقایسه. به گمان من کامل. کمتر از در نقاط جهان ما کمتر شاهد این نوع برخورد با تبعیدیان و مهاجرین خواهیم بود، که یعنی نه حق شهروندی دارن. الان در خود ایران افغانیایی هستن که 30 سال 32 سال در ایران هن، اونجا بچه دارن، نمیدونم زندگی دارن، ولی هیچ گونه حق شهروندی ندارن، نه حق رأی دارن نه حق تحصیل دارن. میدونید که بچه هاشون با مشکلات تحصیل مواجهن، نه حقوق اجتماعی دارن و بسیاری از دکتر نورکان این جالبه که خود این جمهوری جهل و جنون و جنایتکار دائم راجع به رفتاری که مثلا با الان دیروز در آلمان یکی از این دیپلمات‌های رزل و ارازل اوباش اینا گویا با یه خانم آفریقایی تبار که توی خیابون می‌خواسته رد شه، این آمده نمیدونم بره سوار ماشینش بشه چیکار کرده، اون خانم اعتراض کرده، پلیس دخالت کرده، این آدمو گرفته. روزنامه‌های ایران نوشتن یه توطئه صهیونیستیه. و شما ببینید این آدم، ما به قول شما که حالا خارج از کشور هستیم میدونیم این رفتارها چقدر زننده است و چقدر به ما برمیخوره. شما تو امریکا بودید یه مدتی، حالا تو اروپا بود. من چون تو اروپا بودم این رفتارها رو میده، کوچکترین ناراحتی بر ما پیش میمد فغانمون میاد با آسمون که آقا رفتارهای فاشیستی مردم آلمان یا سایر کشورهای اروپایی. ولی الان ما میبینیم که این رفتار تو مملکت خودمون به مراتب شدیدتر و بسیار زننده تر داره اتفاق. حالا دکتر نقره‌کار عزیز، بوده 3 دقیقه 4 دقیقه فرصت داریم، من سوالم از شما اینه، ببینید حدود 3 میلیون نمیدونم 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستن، تعداد بیشماری افغانی هم در خارج از کشور زندگی میکنن، به عقیده شما به طور مشترک ایرانی ها و افغانی ها در این مورد چه کار میتونن انجام بدن تا این مسئله رو جهانی ترش بکنن و حداقل مردم دنیا بدونن در اون سرزمین نمیدونم نفرین شده ما چه جانورانی هم با ایرانی ها و هم با خارجی ها اینطور رفتار میکنن؟ ببینید حکومت اسلامی واقعیتش تا حدودی برای مردم جهان شناخته شده است، همون حکومتی که به قول شما با شهروندان خودش اون رفتارهایی رو که ما شاهد هستیم انجام میده، خب طبیعی است با شهروندان کشورهای دیگه به شکل وقیحانه تر و زشتری انجام بده. بگمان من این حکومت، من قبلا هم اشاره کردم، واقعا ویژگی های نجات پرستانه، خارجی ستیزانه، فاشیستی و به ویژه برتری طلبی دینی، که البته این در مورد افغان ها خب صادق نیست، ولی ما در نمونه های دیگه هم سراغ داریم که این برتری طلبی دینی چه جوری به یک برتری طلبی نژادی چهره نشون داده و عمل کرده. به گمان من ما در خارج کشور با توجه به شناختی که از این ویژگی‌های حکومت هست، میباید با برای افغانی‌ها
بتونیم هماهنگ محافل بین المللی رو در رابطه با آنچه که حکومت ایران نسبت به افغانی ها روا می داره اینها رو آگاه بکنیم. به گمان من افشاگری و حتی روشنگری در این رابطه باید به شکل وسیع‌تری انجام بشه و خوب از طریق همین سازمان ملل و سایر ارگان‌های مختلف بخوایم که به نوعی جلوی حکومت اسلامی گرفته بشه و حق شهروندی مهاجران افغانی و سایر مهاجرانی که در ایران زندگی میکنن محترم شمرده بشه بر اساس قوانین بین المللی، چون حکومت اسلامی هم در واقع این کنوانسیون ها و خیلی از این به اصطلاح مقابل نامه ها رو امضا کرده و ادعا میکنه که به اونها پایبنده، ولی در رفتارش میبینیم سخیفانه ترین و زشت‌ترین رفتار رو با مهاجرین به ویژه با مهاجرین افغانی داره. به گمان من باید علاوه بر روشنگری و افشاگری یک اقدام های عملی کرد و به ویژه محافل بین المللی رو در این رابطه به تحرک واداشت که بتونه جلو حکومت اسلامی رو تا حدودی بگیره یا محدود کنه این حرکات ضد انسانی و نجات پرستانشون. خیلی سپاسگزارم دکتر نورکار گرامی، تا هفته دیگه که باز با هم صحبت خواهیم. سپاسدارم از شما. خب عمیانانی گرامی، من خواهش میکنم از سامان عزیزم که همیشه وقتی که کارگردانی این بچه های فنی رو من میبینم واقعا لذت میبرم، انقدر این بچه ها در تحت شرایط شدید و فشرده باید این کار رو بکنم، بدون اینکه مثلا من بیام به سامان بگم یا به امیر شهرتی بگم یا به بارتان بگم، واقعا این بچه ها در کوتاه‌ترین مدت کارهایی میکنن که حیرت آور برای خود من. من دیشب با آقای حسن زارزاده اردشیر صحبت میکردم، به من گفتش که من یه ایمیلی برای شما فرستادم راجع به 18 تیر. میدونید که 18 تیر داره این آخر هفته انجام میشه در تورنتو و بسیاری از شهرهای به اصطلاح کانادا، در آمریکا، در اروپا به مناسبت 18 تیر تظاهراتی داره انجام میشه، مجلس داره تشکیل میشه برای سخنرانی، و حسن زارزاده به من گفتش که من این ایمیل رو برای شما فرستادم به اصطلاح پارس تیوی، خواستم ببینم اگر این آمده ما این رو بذاریم و این مراسمی که در تورنتو برگزار میشه، و چون فرصتی نبود امروز من با حسن زارزاده اردشیر صحبت بکنم بنابراین سه شنبه با او صحبت خواهم کرد، ولی خواستم با آگاهیتون برسونم که این مجلس بزرگداشت 18 تیر در تورنتو برگزار میشه، برگزار کنندش هم سازمان های دانشجویی و فعال هستن، سازمان های همبستگی. دلم خواست اگه امکان داره اگر سامان این رو پیدا کرده آخرین لحظه برنامه هم این به اصطلاح بله همینه، جبهه متحد دانشجویی در کانادا برگزار میکنه، راهپیمایی 18 تیر 1390، این آدرساشه و کسانی که مایل هستن میتوانند به این سایت مراجعه بکنن یا با اینا تماس بگیرن با بچه ها و یا با جبهه متحد دانشجو در کانادا همکاری بکنن تا این مراسم رو پخش کنن. خیلی سپاسگزارم همیهنان گرامی که به برنامه من توجه کردی. تا برنامه آینده خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.